سلام بچه ها، به کانال بچه ها خوش اومدید. به پیاده روی اربعین ما خوش اومدید، همراه ما هستید. ما الان چند ساعت تو راهیم؟ الان فکر کنم 4-5 ساعت هستش. بله، از 6 راه نفتدیم تقریبا 6 ساعتی که داریم راه میریم. بله، تصمیم داریم که 48 ساعت راه بریم، یعنی الان 6 ساعت اومدیم، مونده 42 ساعت. قراره که ما در مسیر باشیم. دلمون میخواست که شمارم با خودمون توی 48 ساعت هم چالش 48 ساعت هم همراه کنیم. خیلی پیاده روی جالب و جذابیه نسبت به سالهای قبل. چرا؟ چند دلیل دارم. یکی این که خیلی نسبت سالهای قبل احساس کنم جمعیت بیشتره. حالا زهرا میگه دیرتر اومدیم، سالهای قبل زودتر میومدیم، ولی من کلا احساس میکنم جمعیت بیشتره. یه پدیده جالبی داریم که نسبت سالهای قبل نبود، این بچه کوچولوها، اونا رو بهتون نشون میدم. و یه نکته دیگهش امیرعلی مونه که امسال خیلی بزرگ شده و رفتارهای بزرگونه داره. امیرعلی انقدر بزرگ شده که الان از ما جدا شده و خودش رفته جمله داره پیاده روی میکنه. ما خسته شدیم، همسری نشونده، امیر صدرا تو کالسکی خوابیده بیهوش. بچه ما رو میشناخت از اونجایی که ما همیشه ما چهارتایی رو پیدا میکنیم. یه ماچارتایی الان با خانوادهش رفت، میتونیم باش بای بای کنیم، بهش بگیم بیا. خب بیا بزنید بریم. داره میاد ماچارتایی، اومد ما بریم سلام علیک کنیم، برمیگرد. ما بعد از 6 ساعت پیاده روی بالاخره عمود یک از دم حرم راه افتادیم. پیاده 6 ساعت 7 ساعت تازه رسیدیم به عمود یک. بازم خدا رو شکر رسیدیم. بریم بچه‌مون رو پیدا کنیم. امیرعلی با پدر بزرگش و عمش رفتن عمود گفت جلوی دو نشستیم، اون عمود دوه. امیرعلی سلام. چطوری؟ خوش گذشت تنهایی؟ بودو بودو کردی حسابی؟ خسته نشدی این همه راه رفتی؟ هیچی؟ من به بچه ها گفتم تو خیلی بزرگ شدی امسال. خب بچه بگیم اینا ما چرا کوچولو شدی پس؟ چون بزرگ شدم. خوابت نمیان؟ الان ساعت 1:30 شبه. بله دیدیم همی صدر خوابیده. خسته نشدی؟ چیزی نخوردی؟ پیش ما نبودی؟ خوردنی مردنی چیزی خوردی؟ چیا خوردیم؟ مثلا لیمو خوردیم، لیموترش. شربت لیموترش؟ نه بابا لیموترش. خود لیموترش رو خوردیم؟ بیش نمک رو خوردیم. خب بعد دیگه چی خوردیم؟ بیش میگه بود خیلی خوشده. یه توپایی بود، خب دام بود، خوردیم بود، خیلی خوشده. بامیه بود یعنی؟ آره یه مزه بامیه بود. این کبابیه موکبه، تو صف وای میستن ساندویچ کباب میگیرن. میبینم که ساندویچ کباب گرفتیم، چیزی هم مونده ازش؟ سیر بودم توشو خوردم فقط. امیرعلی حرفه‌ای شد. امیرعلی کباب داری میخوری؟ خوشمزه است؟ ساعت 1:30 نصف شب تا حالا کباب خوردیم؟ مال من ساعت ایرانه 1:30، مال شما عراق 1. بودو بودو بریم به یه جا برسیم بخوابیم. میگم پفک هندی اصل باید از دست کی خورد؟ از هندی ها. از هندی بچه اینجا رو قرف موکه به هندی هاست، پفک هندی میدن. یک آدم پفک هندی با خدمه هندی، خیلی با صفا است. همه هندیه. آره. نه ها پرچم. پرچم هندی با پفک هندی. آره مزدش فرق میکنه.
هندیه. خیلی هندیه. نمک بیمزه. پیدا کردن جای خواب خیلی سخت بود. خلاصه که از هم جدا شدیم که بتونیم جا خواب پیدا کنیم. الان من و همسرم اومده اینجا. زهرا و امیرعلی رفتن به جای دیگه. جایی که ما خوابیدیم میشه. عافیت باشه. چقدر تمیز شدی. شامپوشم برده افتاده جا دست حموم عمومی در حد حموم صحرایی. و یه تکنیکی که من استفاده میکنم خیلی هم جواب میده توی پیاده روی اربعین اینه که میرم هموم لباسم هم میشورم همون جوری خیز خیز میپوشم. انقدر اینجا هوا گرمه راک رامیلی خوش میشه. خیلی حالی میده آدم تازه میشه. این اگه این کار را نکنی سخت میزنه. میرم این تکنیک ها رو یاد بگیری. چطوری امیرعلی شب خوب خوابیدی؟ امیرعلی هم خیلی استایل عراقی زده خوابالو هم خستانه میزنه. بریم تو مسیر بزن بسته استراحت بسته امون نمیدونم درخت کتاب بلندتر بگو. من نزدیکترین درخت رو نخونی که تا حالا تو عمرم دیدم اینجا بود. آره این درخت بچه ها بخواه برم بمایی خب عمود چند رسیدیم؟ 62. دو تا چیز قشنگ تو این راه ما شنیدیم. یکی از امیرعلی خودمون، یکی هم از آدمایی که اینجا بودن چسبونده بودن پشتشون. خب اول امیرعلی بگه. بلند. من گفته بودم که ما حسین میریم کربلا که به حسین نشون بدیم ما امام حسینی. اینا امیرعلی خودش با درک خودش آره از مسیر داشته از جمعیت داشته اینو فهمیده و جالب بود برام خیلی دیشب به همون گفت. خب یه چیز دیگه هم که ما پشت کیفای مردم دیدیم خیلی جالب بود چی بود؟ که تک تک قدمامون رو نظر ظهور امام زمان میکنیم تو این مسیر. انشالله که هر چیز تر امام زمانمون بیاد و یه همه خوشحالی شاد خندون باشیم. اینم مسیر پیاده روی در طول روز یه خورده دروز سخت‌تره. آره هنوز 8:09 صبح بادش خنکه نسیمش خنکه. آره هنوز مونده تا گرما تا 12:01 باید صبر کنیم. چه؟ اینجا با حالتری ماشین جهان رو بزن ماشین خارجی امیرعلی دوست داره اینجا زیاده. فقط لذت ببرید یعنی هم مسیر هم لذت ببرید. موکبای کنار راه این هم که جمعیت ماشاءالله. ما رسیدیم عمود 125 دیگه پاها هم داشتیم دیگه دو یه درد یه بزن نشستیم اینجا جا تو خالی پوله. امیرعلی از اول دوش داشت از این غذا بخوره. لوبیا پلو عراقی اینجا خودش پرید اینه حباب از روی سینی برده به ایشکی هم نمیخواد بده خیلی بریم ببینیم تا کجا دوام میاریم. میخواهم برم عمود 200 خورده ای
زهره موکب خوب ایرانی پیدا کرده اونجا. من که دوش گرفتم، بچه ها میره دوش بگیرن یه حالی تازه کنه، هوا دیگه واقعا داره گرم میشه. ما اینجا تو مسیر آب میپاشن رو سر با این دستگاه های کارواش و اینا یا شیلک، ما تا میتونیم میریم جلوش رو خودمون رو خیس میکنیم که یه ذره کنترل دما رو داشته باشیم. خلاصه خیلی حالی بوده با همه سختی ها. پیش به سوی آب بازی. امیرعلی نگاه کن، خیس خالیه، هی میپره جلوی آبا. همین سردا خیس بشین، خیس بشین. بگیر بگیر. خیس خالی شدی همین صدرا، حسابی حال کردی؟ حال داد؟ عموم رفتن اینا، عموم کردی همین صدرا. بچه اولش نمیدونی قسم خیس خالی کرد، دیدیم زیاده خیس شدی، گفتیم بیا چای بخوریم. ما الان نزدیک 18 ساعت داریم راه میریم، دیگه مدت هم خواب بودیم ولی خواب هم حسابه دیگه. آره داریم راه میریم، خواهمون ارتماسه با بکنم بشین چایی تو ببینیم، چایی تلخ عراقی. آره بهتر بگم من آشان رو چکرم عاشق چای عراقی. کاغذی دوست داری؟ پلاستیکی. خوشمزه است. عموده 140 اون ور 141 این ور 140. خب الان 140 و یه موکه بخوب 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 بله و من عراق اومدیم. چی اومدیم؟ عراقه؟ عراق بودیم اینجا اومدیم اینجا همین خب یکی دیگه از عجایب این راهپیمایی، گفتم یه سری بچه‌هایی ان که وای میستن توی راه میگن لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی، زیادن ها. حالا منتظر بودم یاد نشون پیدا کنم بهتون نشون بدم. پیداشون کنین. بچه‌های کوچولو وای میستن. حالا اینا بزرگم همراهشونه معمولا. خیلی بامزه. همینجوری تو مسیر گله گله هر چند تا عمود یه بار وایستادن بچه ها میگن لبیک یا خیلی قشنگه. امیر علی روسری چه قشنگه. بله خب ما بالاخره رسیدیم عمود 285. اینجا یه موکب ایرانی بود، موکب امام رضا. امام رضا موکب امام رضا بود، چون شب خیلی سخت را پیدا کردیم دیگه امشب زودتر بریم. هفت و نیم هشته، ساعت هم خاموش شده. هفت و نیم هشته امشب تو تر دیگه اومدیم، بذاریم بریم چون که بتونشون بده قشنگه جالبه جاشه. بیایم بریم. البته که دیگه من نشون میدم دیگه، تنها زن مردونه جدا. من و همین صدرا ادامه یه کار نشون. خب من و همین صدرا اومدیم با هم دیگه بخوابیم. کسی نیست، امیرعلی هم رفیشه مامانش، رفیش مامانش رفت تو خانوما. بله امیرعلی مگه خانومه؟ آره. یا نینی کوچولوه؟ نینی کوچولوه. تو بزرگ شدی؟ امیرعلی یه سالش من 27 سالت شد؟ نه نه 14 شده 7 ساله. چقدر زود بزرگ شد. امیر صدر بلند شو وایسا، میخوام یه چالش برات بذارم. اینجا بشمار ببین چند تا کولر میبینی، از اونجا شروع کن. یک، بلند بشمار، بلند با دستت نشون بده بشمار. خب
11 تا کولر بود؟ آره. آفرین، خیلی خوب شما. چرا یک یه دونه اونجا کوچولوه. آره. خب دیگه ما بریم بخوابیم، صبح بیدار شیم. آماده ای؟ آره. بزن رو دوربین. نه آروم. صبح روز سوم. خب صبح روز سوم، ساعت چند؟ ساعت هم دیگه شارژش تموم شد. بعد از آن صبح دیگه راه افتادیم. آره دیگه، پنج و نیم الان. راه افتادیم پنج و نیم صبح. جاتون خالی، دیشب هم یه خواب خوب بود، خوابیدیم. آره جامو واقعا خوب بود. امیرعلی هم خانوم شده. یه ببینم بابا صدا تو نمیشنویم، بگو. ما تو قسمت الان عمود. آره ما الان عموده 290. 291. خب ما یه تجربه خیلی هیجان انگیز داریم با امیرعلی. سوار چی شدیم؟ پیکاپ شدیم. می‌خوایم بریم جلو نزدیکای کربلا بشیم. خاطر یه ذره سوار ماشین شد. عمود 1000 می‌کنم. آقای گفت تا عمود 1000 می‌برم تو. نکنه سوار ماشین شدیم. تجربه من خیلی استرس دارم. اینا هم وسایلم. چرا استرام داری؟ باشه دیگه گاز یعنی با سرعت میریم جلو. هنوز هم استرام داری؟ بیرو نگاه کن بیرو. خیلی هیجان داری. تا حالا پشت وانت نشسته بودی؟ جلو جا بود، ولی امیرعلی گفت دوست دارم تجربه رو بیام بشینیم عقب با هم دیگه تجربه کنیم. خوبه؟ خیلی باحاله. همین چطور اینا رو نگاه کن، شطوره. هست بود شطور. آره کاروان سلام. قشنگ بود؟ طالب شطور نزدیک دیده بودی؟ نه ولی طالب اسب بود از نزدیک دیدم. اسب از نزدیک دیدی؟ آره نزدیک، من و بابا سوار اسب. خب ما بعد از دوپینگ صبحگاهی رسیدیم به عمود 1426. سلام. بچه سوار ماشین بودی ولی شما دوتا عقب بودیم. با این دوپینگی که انجام دادیم جایزه گرفتیم. این میتونی حالا بگی این شما حرم حضرت ابوالفضل. بچه ما جایزه گرفتیم. بچه ما جایزه گرفتیم. جایزه ما ماشینه. نه جایزه ما حرم حضرت ابوالفضله. زیارت شما هم قبول باشه. از همینجا سلام بدین، ما نایب الزیاره همه تون هست. همین صدا چی دیدی؟ بابایه چی داره رو سرش؟ شاخ. شاخ داره؟ برو بشته. من کوچیک بودم قبلن نمیدونم. بهش بر دست بزن ببینم میتونی. بچه هم بخواستم بیارم اینجا دیدی کلی بابایی اومده. بابایی اومده؟ نه من میخواستم بابایی دلده رفتم دیگه یه جای دیگه. بعد من میخواستم من اون دارم منجو دستم بگی دستم بگی. تو کربلا بابایی دیدی؟ دیدم یه هاپو اومده جلو. تو کربلا دیدی همه اینا رو؟ آره. برو یه دستش بزن. اوه نگات میکنه. برو دست دادی؟ اینجا نگاه کنید، ما هنوز پشت حرم حضرت ابوالفضل.
هنوز سمت حرم امام حسین نرفتیم. دیگه رسیدیم به آخرین لحظات سفر. از اونجا که ما جا نداشتیم کربلا، مجبور شدیم رفتیم یه سلام دادیم و یه زیارت کوچولو، و الان داریم برمیگردیم به وطن. داریم برمیگردیم دیگه. بلاگ اربعین 1402 اونم اینجا تموم شد. مرسی که تا اینجای ویدیو با همون بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب بهتره کنین. خدافظ. خدافظ. تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.